بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای نهایت عزیز و بیننده های گرامی، ماه مبارک رمضان است و پیام رمضان هم وقت نشرش است. ما امیدوار هستیم که تمام طاعات و عبادات را که انجام میدهیم خالصانه و مخلصانه به خاطر رضای الله متعال باشد و همه طاعات و عبادات ما به درگاه پروردگار قبول بگردد، تا ما از تمام مشکلات و مصائبی را که ما دامنگیرش هستیم و هر مقصد و مرام شرعی را که در دل داریم همه برآورده خیر بگردد. ما امروز باز هم با مفتی عبدالله عبدالله آگاه علوم اسلامی در برنامه هستیم و پیام بسیار زیبایی را که امروز باز هم برای شما آوردیم، پیامی است که هر کس ما شاید سر از او فکر بکنیم یا نکرده باشیم. این است که روزه کودکان چگونه باید تنظیم شود؟ آیا گاهی پدر و مادر و والدین بالای از این فکر کردن و حتما هم میکنن که چگونه باید امی اطفال ما از چه وقت شروع بکنن به این تکلیف شرعی و یا ای که فرض الهی؟ همه ما فکر میکنم که این سوال و این مسئولیت درک میکنن و در فکر ازی هستن. جناب مفتی صاحب، کدام مسئولیت ها و کدام وجایب مربوط به پدر و مادر میشه که برای اطفال خود در ماه مبارک رمضان یادآوری بکنه و او را متوجه از اون مسئولیت ها بسازن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رودی صاحب، موضوع بسیار مهمه که واقعا هر انسان متوجه است که در این ماه مبارک رمضان چگونه رفتار با اطفال صورت بگیرد و چه کاری باید اطفال بکنه تا اونا هم از پیام رمضان بی بهره نمانند. امام بخاری رحمت الله علیه یک بابی را در کتابش قائم می کند که روزه کودکا. در تحت از این باب که روزه کودکا هست، روایتی را نقل می کند از ربیعه بنت معاوس، یک دختر انصاری. او میگد که روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز عاشورا دهم محرم بود، میگه یک قاصدی را به قریه های ما فرستاد. این قاصد پیامبر یا این سفیر پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد برا ما پیام رسول الله صلی الله علیه و سلم بازگو کرد. میگه برا ما گفت که کسایی که روزه گرفتین روزه خدا تکمیل بکنن، کسایی اگر روزه نگرفتین از این لحظه به بعد صبح بود روزه امروزه تکمیل بکنن. این واقعه و داستان از نظر علمای حدیث قبل از فرضیت ماه مبارک رمضان است. این دختر روایتش است، میگه که بعد از اینکه ما این پیام شنیدیم ما دهم محرم روزه میگرفتیم و طفلای خود، کودکای خود هم که توان روزه گرفتن داشتن، از نگاه صحی امروز برشون نقص نداشته باشه، دیگه دستورشون میدادیم که روزه بگیرن. حتی کودکای ما میگه در برابر روزه گرفتن بیتابی میکردن. میگه ما عروسکایی را از پشم برشان جور میکردیم، ساخته بودیم، اونها را برشان میدادیم یا امو ساعت تیری و تفریری که خوشایند برشان بود برشان آماده میکردیم تا بتانن با این روزه یا آشنا شوند. نشان میده که روزه است که انسان با شخصیت جور میکند، انسان شخصیت سازی برش میکند. این روزه چه با انسانای بزرگ و چه هم با کودکایی که با این روزه آشنا شوند. این حدیثی را که امام بخاری نقل میکند یا این بابی را که امام بخاری در کتاب خود قائم میکنه، پیامش برای ما این است که ما در ماه مبارک رمضان اطفالی که به سن تکلیف نرسیدیم، اون علائم و نشانه های بلوغ چه در بچه چه در دختر ظاهر نشده است، در امی اسنا هم که از نگاه صحی نقص برشان نداشته باشه روزه گرفتن، یا را با این روزه آشنا بسازیم. تا در مرحله بعد وقتی که جوان میشوند و بزرگ میشوند این روزه گرفتن برشان آسان تمام شود. در مرحله اول پدر و مادر هیچگاه این فکر پیدا نکنه که تنها رمضان بر ما هست، به اطفال ما نیست. نه، این روزه را به اطفالم باید بفهمانند. روزه را معنا و مفهومش، پیام رمضان که هر روز شما برنامه داره جناب مرادی صاحب، این پیام ها را اگر ما به اطفال خود بفهمانیم در واقع روزه را اونا هم گرفتیم. پدر و مادر
روزه زبان به اطفال خود یاد بده که فرزندم اگر روزی دهن گرفته نمیتونی خورد و نوش سرت من نشده است، اما روزه زبان یاد بگی که در این ماه دروغ نباید گفته شود، در این ماه به کسی توهین و تحقیر نباید صورت بگیره. روزه شکم پدر و مادر باید به اطفال خود یاد بده، کمخوری برش بفهمانه، کمخوری است که چه فوایدی را در قبال داره. روزه قلبی را برشون یاد بده که فرزندم، خواهر در بالای برادر، برادر در بالای خواهر، یک همسنفی در قبال دیگه همسنفی نباید قهر و غضب شود. این روزه ها را اگر پدر و مادر بالای اطفال خود یاد بده، خو این اطفال است که از پیام رمضان استفاده کرده. طول زندگی هم بالکل جناب مرادیسه این پهنتونی که میای انسان سازی برای ما میکنم، ما در واقع اولاد خود، طفل خود از این رمضان انسان جورش کردیم. اهمیت رمضان را برش بازگو بکند، چطور این ماه را مهم برای اطفال خود نشان بده. شاید کمکاریایی را که اطفال داره در خانواده، پدر مادر اونها را سرزنش میکنه. هر کمکاری، ولو شکستن شیشه، شکستن ظروف، هر بد اخلاقی دیگه که از پیش صورت گرفت، مرادی صاحب، پدر مادر اگر میخواهد اطفال خود با اهمیت این ما آشنا بسازه، برش بگوید که فرزندم ببین، قابل توصیه و سرزنش بودی، اما به خاطر احترام این ما سرزنشت نمیکنم. اون کودک در ذهنش میاد که واقعا این ماه چی یک ماه با برکتی است، چی یک ماه بزرگی است که جار و جنجال و کشمکش در این ماه رخت بستگی هست. اون طفل اگر سرزنش در طول یک ماه از پدر مادر نبینه، او این ماه را قدر میکنه. تا اخیر عمرش این ماه را چنان برش ارزش میده که واقعا میتونیم از این پیام رمضان او اطفال ما استفاده بکنه. سختی های شاید سرش بیاید که برای فرزند خود یاد بده، چرا خدایی که ما را اینقدر دوست دارد دستور میده نخو، دستور میده که ننوش، یک ماه از صبح تا به شام. برای فرزند خود بفهمانه که فرزندم، این کسایی که تو دوست داری قهرمانای ورزش، چقدر سختی ها را یا متحمل میشن تا در اونمو میدان مسابقه برنده اعلان میشه، اون سختی ها را تحمل کرده است. برای فرزند خود یاد بده که تویی که درس میخونی، درس خواندن چقدر مشکلات به انسان میاره، کمخوبی به انسان میاره، زحمت به انسان میاره، ساعتهای تفریح و سیاحتی که انسان میخواه بکنه او را کمتر میسازه. این درس خواندن که تو را به یک مرتبه بالا میرسانه. خالق ما میخواهد که روح ما تمرین بکنه، میخواهد که روح ما مو آموزشی را که لازم است برش داده شود. این گرسنگی و تشنگی که در بالای روح میآید، میخواه ما را با جایگاه انسانیت ما برسانه. این سختی ها را برای اولاد خود یاد بده که این سختی هاست که انسان بر مسیر اصلیش رهنمایی میکنه. اون کودک تاب مقاومت، تاب استقامت در برابر عدم خوردن یا عدم نوشیدن در رمضان درک میکند که این هم برای ما فایده دارد. بهترین وقت مرادیس من فکر میکنم وقت افطار است. از این موقع ما اطفال خود روزدار جور بکنیم. در وقت افطار همه سر سفره فقط نیم دقیقه خوب است مرادی صاحب، همه گرد سفره افطار جمع شدگی است. اگر برش بگویی که بفرمون نوش جان بکو، میگن نی. پدر و مادر برش بفهمانه که ما مطیع و فرمانبردار خدا هستیم. بله. ما وقتی اگر این اطاعت از خدا میکنیم، ما فواید اخلاقی روزه را برش بیان بکنه، فواید اجتماعی روزه را بیان کنه، فواید صحی روزه را بیان بکنه، با بیان این فواید بهترین یک طفل روزدار واقعی ما در خانواده خود می داشته باشیم. ممنونتان جناب مفتی صاحب. دوست عزیز، میریم به سوی یک وقفه، دوباره برمیگردیم و بحث ما بالای از این موضوع ادامه داره. برگشتیم بیننده های نهایت گرامی، برنامه پیام رمضان است و ماه مبارک رمضان. امیدوار هستیم که از این فصل و از این زمانی که ثواب ارزان شده، ثواب هر طرف سبب میپاله و به جستجوی یک بهانه است، ما از هر بهانه و هر سببی که میتونیم خود را به او ثواب برسانیم استفاده بکنیم. جناب مفتی صاحب، الحمدلله که امروز در مساجد ما میبینیم که اطفال میاین به مسجد به نماز خواندن و بعضی اوقات شاید به لحاظ امو سن کودکی بعضی حرکت هایی را انجام میتن در مسجد که سبب سرزنش و رفتار خشونت آمیز از طرف بعضی ها میشه ای اطفال. ای رویه و ای رفتار از طرف شما چگونه ارزیابی میکنید؟ جناب مرادی صاحب،
واقعا چیز بسیار دردآوری را که امروز در مساجد همه ما و شما شاهد هستیم، رفتار یک تعداد از اطفالی که میاید در این ماه مبارک رمضان که برکت و فضیلت خدا دارد همه را به طرف خانه الله فرا خوانده است، به جای از اینکه از این موقع استفاده درست صورت بگیره، متاسفانه اطفال نازنینی که میان به مسجد یا را مسجد گریز، دین گریز، فقط دشمن روزه و رمضان، یک تعداد یا را جورش میکنن. اگر در وقت افطاری میاین، یک تعداد یک دید بسیار غلط دیگه داره، اینا خو روزدار نیستن، اینا خو نظافت رعایت نمیکنن. با امید دید شوق و علاقه اطفالی که به مسجد دارن، به روزه دارن، ایره کمتر میسازن. من فکر میکنم کار نادرستی است. اگر در وقت تراویح میشود که سر و صدا نشود، ما بتونیم نماز بسیار با آرامش بخونیم، حتی باعث میشود حرف شما که سرزنش بگذار که باعث کشیدن از مسجد میشه، که اطفال باید از مسجد بیرون بکنن. ما میگویم همه بزرگوارایی که در مساجد با این عمل روبرو میشوند، یک مرتبه متوجه شویم. اگر ما در عقب صفها میبینیم نظم درست رعایت نمیشود، امام فتوای شامی علامه ابن عابدین رحمه الله فتوای را او صادر کرده است که میتونند در گوشهای صفها امی اطفال تنظیم شود تا از امی نظم مسجد برهم نخورد. در هر صف در آخرش، در آخرش تنظیم شوند. ولی روی هم رفته، اگر این تنظیم صورت نگرفت، داخل صف هم یا بودن داخل مسجد، یک سر و صدای را ما شنیدیم. ما ایوزی که جگرخون شویم، واکنش منفی نشان بدیم، ما میگیم خوشحال شویم. خوشحالی ما به این باشد که این نسل بعد از ما در این مسجد میان نماز خدا را ادا میکنن و در قبال ما دعای خیر میکنن. اگر ما این را از مسجد کشیدیم، ما واکنش غلط در برابر ازیان نشان دادیم، پشت سر ما هیچ صدای طفل نمیامه، توجه بکنیم که آینده ما نگران کننده است، که باز این مسجد بعد از رفتن ما از این دنیا، این مسجد باز خالی میمونه، کسی به نماز خواندن نمیآید. من فکر میکنم جناب مفتی صاحب، از اینکه ما رفتار خشونت آمیز داشته باشیم یا اینکه توبیخ خود توهین و تحقیر شوند، بعضی حرکت های اصلاحی را باید ایجاد بکنیم برای فهماندن از اونها. بالکل جناب مرودی صاحب، بهترین موقعی که باید اصلاحات به میان بیاد همین ماه هست. بله. زحمت بدیم همگی خدا که یک چیزی میفهمه در اموجا اطفال تربیه بکنن. بله. پدرها و مادرها پیش از آمدن به مسجد باید توصیه های خدا داشته باشن. جناب مرلی صاحب، هم پیش از آمدن توصیه داشته باشن. یک مشکل دیگه ای که امروز میبینیم، اون پدر بیچاره از سرزنش میترسه، اولاد خدا داخل مسجد نمیاره، که من شخصیتم زیر سوال نرود اگه خرابی از تو صورت بگیره. نی توصیه خدا بکنه، ولی کدام خرابی سر و صدای اگر صورت گرفت، حرف ما و شما به این است که امیر اصلاح بکنیم. این باعث نشه وکیل از مسجد گریزانش بکنه، میره مسجد گریز و دین گریز ایره جورش بکنه، یا حرف شما سرزنش چنان صورت میگیرد که یک تعداد باز چیزی که مرا رنج میده و در ذهن من میاد که باز زیر فکر میکنن که ما نهی از منکر کردیم، در حالی که نهی از منکر جناب رئیسیم اصول خدا داره. یکی از اصولش که اینجا زیر پا میشوه، وقتی یک کسی نهی از منکر میکنه، همین منکر رو ببینه که من این منکری را که من میکنم که یک طفل در مسجد سر و صدا نکنه، یک طفل در مسجد باعث بی‌نظمی در صف نشود، یک منکر است. ولی میگی منکر من بکنم، منکر بزرگ دیگه که بعد از این به میان میاد که با نسبت به مسجد بدبین میشه، نسبت به تراویح بدبین میشه. بله. نسبت به بزرگا بدبین میشه و اینمی دین گریزی از هم یک منکر کلان است. مرادی سه بنان، ما اگر یک منکر خورده نفی میکنیم و من میکنیم، یک منکر بزرگ دیگه از این جور شوه، این خلاف اصول نهی از منکر است. ما باید همین منکر کوچک تحمل بکنیم تا منکر بزرگی به میان نبیاید. قرآن کریم چقدر زیبا بیان میکند از حضرت هارون علیه السلام، وقتی موسی برگشت میکنه از کوه طور، او را مورد سرزنش قرار میده که این قوم گوساله پرست شد، چرا ممانعت نکردید؟ هارون علیه السلام منطقی را کنجا ارائه میکنه، قرآن کریم از او یاد میکنه، میگه تا مردم در اختلاف نبیفتد، مردم دو پارچه نشوه، زد و خوردی صورت نگیرد. هارون علیه السلام با همین منطق خود از پیش موسی علیه السلام نجات پیدا میکند. میبینیم که
گوساله پرستی یک منکر است، ولی اختلاف و نفاق در بین مردم یک منکر دیگه است. همین منکر موقتا تحمل میکنه تا منکر بزرگی به میان نبیاید. ما با اطفال در داخل مسجد با این مفکوره باید رفتار بکنیم. امروز شکایتی که از مردم از مرادیس میگه اطفال یا جوانا برای ما احترام نمیکنه، بریم از نگاه روانشناسی یک مرتبه ارزیابی بکنیم که چرا احترام نمیکنه. اون ضمیر ناخودآگاهی از نگاه روانشناسی که در وجود هر انسان است، این بزرگا او را چنان سرزنش کردین که امروز میخواه انتقام جویی بکنه. امروز آماده نیست به ریسفید یا به بزرگ احترام بکنه. اگه بزرگای ما، ریسفیدای ما اطفال نازنین نوازش بکنن، جوانا را نوازش کنن، این فردا به نفع خودشون است. یک مقدار سختی را اگر تحمل بکنن در نماز تراویح یا در اوقات نماز، فردا این جوانا هم به ارشان احترام میکنن، هم در قبالشون دعای خیر میکنن. بسیار زیاد تشکر جناب مفتی صاحب واقعا. ولی باز هم روی هم رفته باید یک بالای از این فکر شود که نباید سر و صدا و یا ای که مخل و یا اخلال نمازگزاران هم شوند. به همی امید میریم به سوی یک وقفه، دوباره برمیگردیم و انشالله بحث اخیر ما را هم دنبال کنید. باز هم خوش آمدید بیننده های نهایت عزیز برنامه پیام رمضان، و امروز هم یکی از روزهای ماه مبارک رمضان است. امید که خداوند همه ما و شما را توفیق عبادت در این ماه مبارک رمضان بیشتر و بهتر نصیب بگرداند. جناب مفسب، چه کار باید بکنیم که اطفال ما بر روزه گرفتن تشویق شوند، و همچنان چی کار بکنیم که این کار ما باعث آمدن اطفال ما به مسجد بگردد، و همچنان اون مشکلاتی را که ما پیش از این یادآوری کردیم که سر صدا ایجاد نشه، این را هم بتونیم به شکل کنترل بکنیم؟ بسیار خوب جناب مرادی صاحب، پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور میده که شما یک حدیث دیگه میاد که ما را متوجه میسازد پدر و مادر همه را، بله، که مسجد از آلوده شدن باید محافظت شود. بله. میگه بچه هایی که وقتی میفهمید که مسجد آلوده میکند، او را در مسجد نبری. بله. امروز که پوشش مناسب خدا را شکر وجود دارد و بله، پیدا شده است، اینه لازم است که پدر و مادر یا همه مکلفیت داریم که اون آداب مسجد باید حفظ شود و رعایت شود. بله. ولی در ضمن ازی تشویقی که ما میکنیم که چطور بکنیم یا با مسجد بیان، جایگاه اطفال در ذهن خود باید داشته باشیم که یا از جایگاه بسیار والای برخوردار هستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز به خاطر احترام اطفال طولانی میکرد، سر شانهش بلند میشد، سجده را طولانی میکرد تا این خودش پایین شود. نه. نشان میده احترام بر اولاد، که در نماز هم پیامبر صلی الله علیه و سلم امی احترام و جایگاه را حفظ میکرد. روایت دیگه میاد که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من میخوام نماز طولانی بسازم، اما وقتی گریان طفل در عقبم میشنوام، میفهمم که مادری از او جگرخون است، چه وقت اون گریان طفل خدا خاموش بکنه. بله. اون طفل علاقمند است که چطور مادرش برش رسیدگی بکنه. من نماز کوتاه میگردم. بله. نماز مختصر میسازم. این احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را متوجه میسازد که اگر ما حرمت و احترام و ارزش به اطفال قائل شویم، خب اون اطفال علاقمند میشن که به مسجد بیان. بله. پیشنهادی که ما دارم جناب مرادی صاحب، آمدن اطفال اگر یک مقدار چمن مسجد خراب کردن یا بعضی چیزای دیگه را، فکر بکنیم که کدام آبادی در مسجد مهم است. اتفاق هم است که عمران معنوی مسجد مهمتر و بالاتر است. بله. اگر یک مقدار خرابی های مادی را ما میبینیم، ولی عمران معنوی مسجد صورت میگیره. بله. ما باید افتخار بکنیم، خوشحال باشیم که در ماه مبارک رمضان مسجد به شکل اساسیش که عمران معنوی خدا دارا می شود که جاد مسجد نمیمونه. بیم این عمران مد نظر بگیریم، اون خسارات مادی را بسیار ناچیز است، در مقابل ازی اصلا قابل محاسبه نیست. بله. و او طرف هم اگر بخواهیم که اولاد تشویق بکنیم، هر انسان مفکوری که امروز در جامعه افغانی ما مرده هست جناب مرادی صاحب، یک مقدار پول اختصاص بدیم، مثل که به فقیرها اختصاص میدیم. بله. پول اختصاص بدیم، در جیبای خود چاکلیت بگیریم، با این اطفالی که میان در مسجد یارا براشون تحفه بدیم. این علاقه هم نمیشه که در چه جایگاه ما رفتیم چاکلیت دریافت کردم، در چه جایگاهی رفتیم ما تحفه دریافت کردم. اینا علاقمند میشن به مسجد، با خوشایند به مسجد میان. پدر و مادر وقتی که اطفال
6 سال 7 سال 8 سال و 9 سال داره علاقمند مسجد رفتن است، نمیگذاردش که به مسجد بره. چرا خرابی نکنه، زیر سوال نرویم، آبروی ما نریزه. ولی بعدها که جوان میشوه با زور میخواه ببردش، که اون زور وقت کاریگر نیست، اون وقت مفید تمام نمیشوه. چیزی که مرادی صاحب از حرمین ما تجربه داریم، وقتی میبینیم در حرمین دوستایی که اطفال خود میاره میبینه خسته نشود از قرآن کریم، از تراوی قرآن به دست زوا میدن، او قرآن قاری قرائت کرده روان است، امام خوانده روان است، او از روی قرآن کریم میبینن، یا چه تحفه های گرانبه های برشان داده میشود. این مفکوره اسلامی از جناب مرادی صاحب که اگر ما در جامعه ما یا واقعیت زنده بسازیم، این اطفال ما تشویق میشود که هیچگاه دیگه مسجد ترک نکنن، این ماه رمضان سبب شود که در 11 ماه دیگه یا با مسجد آشنا باشن، رابطهشون با مسجد خوب باشه، با مسجد بیان و درس و تعلیمی هم حرف شما به خاطر تنظیم مسجد، به خاطر اصلاح اطفال، به خاطر آداب نماز برشان گفته شود تا رعایت شود. یک موضوع دیگه ای که موضوع بسیار اساسی و مهمی است که میخوان که والدین و پدر و مادر بفهمند که امی دختر و بچه ای که هست در خانه از چه وقت باید آغاز بکنه بر روزه گرفتن؟ روزی که فرض میشه، فرضیت روزه یا فرضیت نماز یا همه اوامر دینی که من از یک انسان مکلف او را باید انجام بده، امو بالغ شدنشان است. بالغ شدن دختر علائم خاص خود داره، بالغ شدن پسر هم علائم خاص خود داره. وقتی اون علائم دیده شد، دختر اگر بود عادت ماهوار برش پیش آمد، بچه اگر بود قضیه احتلام برش پیش آمد، یا رویدن موهای درشتی را که فقها مشخص میکنن، این علائم دیده شد، اونو زمان است که فرض میشه در بالای زوا که روزه هم بگیرن و نماز هم به شکل فرضیتش باید که هیچگاه ترک نشوه انجام بدن. و علم امروز بیان میکنه حکه تا صدا تغییر میکند، نشان میده که این جوان شده است، خود تغییر صدا یا حالتای دیگه ای که پدر و مادر یا خود اطفال درک میکنند که بلی اولاد ما جوان شده است، اونمون نشانه ها را دیده میتونن یا را دستور بدن که روزه بگیرند. اما قبل از اینکه این علائم دیده نشده است، بحث ما شما بود که بازم یا را تشویق بکنن به روزه گرفتن و نماز خو از سن 10 سالگی یا از 2 سنین شروع کردین که بعد یا پیش بروند. اما سن خاصی را که ما مشخص بکنم، چون اتفاق فقها در این مورد نیست و هنوز قانونی در افغانستان نافذ نیست که او سن ما مشخص بکنیم که با اینی سن اگر بتاند روزی رمضان فرض می شود که بعد از او به هیچ وجه اگر یک روزش بخوره دو ماه باید کفاره بده، اونو سن متعین کرده نمی تواند. کتو اگر بگوی مثلا بعضی اوقات همی اطفال در خانه می باشه که مثلا از لحاظ فکری درست کار نمی کنه، فکرشان گرفتن روزه اگر سن بلوغ هم رسیده باشن بالا از یا فرض می شه یا نه؟ برادر صاحب، اینجا مفتی امو دکتر متخصص است. اون دکتر متخصص نظر خدا بده که این خرابی فکر کودک یا این جوان چقدر است. اگه خرابی به این باشد که نفهمد که ما با که در تماس هستم در نماز، ما چی میخونم، اینی فهم و دانش نداشته باشه، خود نیست نه بالایش روزه است نه بالایش نماز است. اگه این تشخیص این فهم داشته باشه، طبعا در بالایش لازم است. اما ما به خاطری که علم این قضیه را ندارم، این تشخیص ما کردن میتونم و گزارش میکنیم که اون پدر و مادر این اطفال خدا ببرن پیش دکتر، اگر مراجعه به دکتر، اگر دکتر مشخص کرد که مکلف است که روزه بگیره نماز بخونه، اون مکلفیت سرش اجرایی بسازد. اگر نه که دکتر تشخیص نکرد، اون است بالایش ما فست. یک جهان سپاس جناب مفتی صاحب. بسیار تشکر جناب مرادی صاحب، شما هم. دوستان عزیز، امیدوار هستیم که از داشته های برنامه بهره برده باشید. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.